بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خدا قوت. من تو کلاس بودم، ادمین محترمون اینترنت نداشت، اینترنتشون رو وصل شد. خوبی؟ صدای من رو دارید؟ تصویر من رو دارید؟ یه چند تا قلب بفرستید. قلب فرستاد. خب امروز یکم جلسه‌مون فرق داره. یه لحظه موبایل هم سایلنت کنم به ادمین. نمیخوام آموزش بدم، میخوام یک کم باهاتون صحبت کنم، یه سری موضوعات رو مطرح میکنم، انشالله که به یادگار این جلسه در ذهناتون بشین و بمون و ازش به نیکی یاد کنیم. اول از همه میخوام از اینجا شروع کنم که نمیخوام تمرینات گذشته رو بگم صحبت کنیم، میخوام یه چند نفر بیارم بالا راجع به موضوع صحبت کنم، میخوام یه نظرسنجی کنم. همه هوشیارن انشالله دیگه، مثل نظرسنجی قبلی نشه که 300 نفر شرکت کردن 500 خوردی آدم بودن. همه شرکت کنید، همه تون شرکت کنید. یک سوال میپرسم و میخوام توی نظرسنجی شرکت کنید. آیا شما قبول دارین این ادعایی که آراد میکنه؟ آراد برندینگ ادعایی داره که سهم زیادی از تجارت دنیا رو در بر خواهد گرفت. من جسارتم ببخش صدا داره بر میگرده. و مردم کشورشون رو یعنی ایران رو از فقر نجات میده. آیا یقین شما هست؟ فعلا لایک و دیسلایک هم نمیخوام، میخوام نظر سنجی کنم از همه تو. آیا این یقینی که ما داریم این که تجارت دنیا رو فتح میکنیم، مردم ایران رو از فقر نجات میدیم، حالا راجبش قبلتر هم صحبت کردیم، آیا این یقین که در ما هست، این یقین در شما هم هست؟ ما بریم باوریم که تجارت سنت پیغمبر بوده، حالا به هر دلایلی از دست ما گرفتن، حالا به هر دلایلی ما پس میگیریم، ما اینو پس میگیریم. من میخوام امروز نظرسنجی رو نذارید، من سوال رو ببینم چی گذاشتیم. پس سوال این باشه، آیا یقین دارید که دایارات راست است؟ من نمیدونم چی گذاشت. نه، این غلط نوشته، درست کنید. ادمین محترم و بزرگوار، بله خیر، شک دارم یا نمیدونم. آیا یقین دارید که دایارات راست است؟ بله خیر، شک دارم یا نمیدونم. این نظرسنجی رو میخوام بپرسم. زحمت بکشید همه تو این نظرسنجی شرکت کنید و میخوام بدونم که شما هم مثل ما این یقین و این باور در شما هست یا نه. بعدش انشالله میرم صحبت هم ارائه میدم، چون این یقینی که در ما هست. حالا من موضوع صحبتم چیز دیگه است، میخوام با این شروع کنم، میخوام با این بسم الله بگم. ما بر این باوریم تجارت وقتی سنت پیغمبر ماه، ما به بهترین نحو اون رو انجام میدیم. ما الان 18 سال کار کردیم و نگاه نکنیم، مثل دونه ایم تازه اومدیم بالا. صحبت پروژه تقسیمی رو شروع دیدید دیگه، خیلی مهیج صحبت کرده و حتی گفته که خیلی از کشورهای دنیا 10 کشور رو مثال زده که وضعیتشون حتی از ایران بدتر بوده، اومدن ساختن. حالا نمیخوام به جزئیاتش اشاره کنم، چند سال طول کشید، زیر ساختاش رو مهیا کردن و کشور از اون حالت نجات پیدا کرد و جزء کشورهای خوب جهان شد، ثروتمند دنیا شد. آیا شما به این یقین رسیدین که این ادعایی که آراد میکنه راسته یا نه؟ نظرسنجی رو بزنید. من برای من اینجا نمیدونم امروز چرا نمیاره. ببینم چند درصد شرکت کردن و من بدید. خب
همه کسایی که تو میتینگ هستن زحمت بکشن. انجام دادیم. خب بله، صد و آخرین عدد رو بذارید ببینم، 163 تا. خیر 5 تا نمیدانم، هم 15 تا نمیدانم. آراد رو انگار نمیشه، همینجا عوض شد. خوبه، تا همینجا کفایته. ببینم عوضش چه تغییرش. الحمد لله رب العالمین. پس شما هم میگین که خیلی زیاد شد، کفایته، کفایت همین. حالا میخوام نظرسنجی غیر فعال کنم. دو تا از عزیزان دل که میگن ما یقینمونه، میخوام بیام استدلالاشون رو بشنوم. همه دستاشون رو بندست پایین، همه دستاشون رو بگیر. لطفا دست بلند نکنید برای اینکه خودتون، من چیزی نگفتم. لطفا دست بلند نکنید که خودتون رو بیایم این بالا نشون میده. اونی که واقعا یقینشه و الان نظرسنجی هم کردیم، زحمت بکشه بیاد بالا. دو نفر رو میخوام قشنگ بیان صحبت کنم با فکت. نمیخوام میکروفون رو باشد بیاد بگید بله من یقینم، من اینو نمیخوام بشنوم. با فکت، با دلیل، برهان بیار، با دلیل بیا صحبت کن که چرا گفتی یقینمه. خب همه دستا رو انداختیم پایین. حالا زحمت بکش ادمین محترم، یکی از عزیزان دلمون رو خودت انتخاب کن و بیان صحبت کنم. زهره متقی. با عرض سلام. سلام مهندس، خوبی شما؟ قربان شما، واقعا این فامیلی قربانی شما، ما همیشه میگیم قربان شما، واقعا هم از ته دل برادران خواهرانه میگیم. بفرمایید. بله شما. خب من یقینمو بگم. بله بله استدلال بدید. ببینید اولین استدلال من این هست که وقتی که در واقع رئیس این شرکت، رئیس این در واقع فرمانده سپاه اقتصادی کشور من سن جوانی داره، مغز جوانی داره و تونسته این همه تاجر رو که بله بهش دادن و گفتن ما یقین داریم و هر روز به یقینهای افراد کشورش اضافه میشه، پس این مغز جوان در کل جهان تا چند سال دیگه نه تنها فقر رو از خود کشورش خواهد برد، بلکه تمامی کشورهای دنیا که الان فقر درشون هست رو هم زیر پرچم خودش قرار میده و پدرانه برادرانه دست همشون رو میگیره. بلا استثناء ما 100% یقین داریم و به شخصه فکت اولم جوان بودن مغز این در واقع اساتید، منظور استراتژی، اصلا استراتژی پلن و قدرت فکری، قدرت فکری. دو، قدرت در واقع نظامی. ما قبلا برای یک جنگ فرماندهمون میومد تدارکاتش رو آماده میکرد و یک جنگی رو و یه در واقع حمله ای رو انجام میداد و یا موفق میشد یا خلاصه شکست میخورد. اما با پلنی که ما چیدیم 100% موفقیت باز هم اجراییه، اجراییه. این موفقیت یعنی اجراییه. این موفقیت در واقع چیزی نیست که ما بخوایم ازش حرف بزنیم یا بگیم، نه، ما فقط باورش داریم ولی اجراش رو نداریم. چرا؟ چون ببینید شما وقتی نقشه ای رو پشت سرتون گذاشتید، نقشه ای ایران ما نیست، نقشه ای جهانه. و وقتی که شما هر عکسی رو که من دارم میبینم، مهندس قربانی یه قسمتی از جهانش قرار گرفته، یه کشورش رو جناب مهندس شعبانی گذاشتن، یه قسمتش رو استاد وحید گذاشتن،
بقیهش رو هم آرادی ها گذاشتن، تاجران آرادی. پس کل جهان رو با این فرماندهی صادرات ما قطعا فتح خواهیم کرد. این دومی فتح. متشکرم، ممنون. رفاعت خوابی عزیز دیگرم بالا بیارم، یه عزیز دیگرم بیاد، وی دعیمی رو بیار یا هر کسی که میخوای، وی موسوی رو بیاد، مهرداد ببینید چه وحید رحیمی بگو عزیز. به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما مهندس و سایر آرادی های عزیز که در میتینگ بود. کسایی که تو میتینگ هستن بگیر از اجازه بده، کسایی که تو میتینگ هستن برای اینکه صدا قطع و وصل نشه همه تون باید وی پی ان رو قطع کنید. دلیل اکثر قطع و وصلی صدا و تصویرمون به خاطر وی پی ان، وی پی ان که وصل میکنه همه وی پی ان رو قطع کنید. بفهم وحید رحیمی، یه عزیز دیگر سری بیار بنام. امروز یکم اینترنت هم حالا یکم ضعیف هست ولی توکل بخواد. میده افعال صحبت کرد درس قبل صحبت که یه عزیز دیگر حالا حوردی مهد افعالی صحبت، مهدی صحبت کن دیگه، اومدی بالا روزی تو. مهدی صحبت کن. مهدی غفاری میکروفونشو باز نکرده. ادمین یک کم تا امروز یک کم داریم آره ازید. مهندس. وحید رحیمیه. وحید رحیمی بگو. سلام مجدد. بگو از صدت قطع شد. بفهم. میکروفونم قطع شد. وصله، ما صدات داریم، تو فقط صحبت. اولینش این بود که آراد هزینه‌ای که داره از تاجرها میگیره دوباره داره تزریق میکنه به خود جامعه، یعنی از خودشون داره هزینه میکنه برای خودشون، یعنی یک سری پولهای راکت هستن که دوباره داره به چرخه اقتصاد بر میگرده. این یکی از استدلال هامه. دومین استدلال اینه که شعار و هدف اصلی آراد ایجاد اتحاده، یعنی اینو به قولی هممون به این نتیجه رسیدیم توسط خود آراد که تا اتحادی شکل نگیره موفقیتی حاصل نمیشه، و همین که به قولی اولویت این هستش که این اتحاد شکل بگیره یقین من رو صد برابر میکنه برای اینکه ما به این نتیجه و به این موفقیت میرسیم. خب مهدی غفاری هم بیار که اومد روزش بود. مهدی غفاری بیاد و تمام میخوام ادامه صحبتم رو برم. امروز چون هم اینترنت قطع شد، هم امروز اتفاق عجیب غریب افتاد، من تو کلاس بودم ادمین نبود، یه روز خوبیه انشالله تا آخرم سورپرایز میشید از حرفای خوشگلی که میخوام بزن. سلام خدمت مهندس قربانی بزرگوار و همه عزیزانی که تو این میتینگ حضور دارن. یه نکته که میخوام خدمتتون عرض بکنم این هستش که یک، بدون هیچ گونه محدودیتی همه میتونن وارد تجارت بشن، چه در داخل چه در خارج از کشور، یعنی جذب حد اکثری که شاید ما بسترش رو هیچ کجای دنیا نداشته باشیم که میگن آقا باید از یک سری فیلترها رد بشی تا اصلا وارد بحث تجارت بشی. این یک نکته خدمتتون عرض میکنم. نکته دیگه، مجموعه که صفر تا صد کار تجارت رو انجام بده، از صفر تا صد، یعنی از مرحله ای که از آموزش شروع میشه تا مرحله اجرا و فروش. خب این یک اتفاق واقعا نادریه که هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده. و شاید یه فکتوریه که خدمتتون بخوام بگم عرض کنم این هستش که شما چه بیزینسی رو میخواین شروع بکنید،
الان پایین ترین بیزینس هایی که میخوای راه اندازی کنید، فقط یک فروشگاه رو بخوای راه اندازی بکنید، به جرأت بگم باید بین 2 الی 3 میلیارد هزینه کنید که بخواین یک بیزینس خیلی کوچولو یه فروشگاهی رو راه اندازی کنید. پس با حداقل ها میشه وارد مسیر تجارت شد و مسلما این مراحل باعث میشه که کمک بکنه به ما که سلامت باشین. سلام دارین الان؟ الان صدام هست؟ صدام هستش الان؟ صدام هست؟ اصفایی میکنم صدای منو دارید؟ صدام رفته؟ کفایت دست در نکنم. امروز یکم چالش داریم. ازت ممنونم و دوست دارم مشارکت کنیم. یه چیز خروجی مطلوبی داشته باشه. حالا من ازتون سوال. نظر سنجی کردیم. حالا دوستان اومدن یه سری صحبت‌ها رو گفتن و میدونم هم یارم از بچه‌ها هستن که صحبت دارن و می‌خوان حرف بزنن. هر کدوم برای خودشون دلایلی. سوال ازتون می‌پرسم. شما که انقدر یقین دارین چرا زود و راحت تقیب توقی میخوره میریم؟ آقا من یقین دارم آراد یکی از کسایی میشه یا یکی از مجموعایی میشه که تجارت جهان رو دربر میگیره و حرفای خودمون به هزاران دلیل. این دیسلایک کیه؟ چیه؟ دیسلایک برای صدا اول چیه؟ دیسلایک میده چیه؟ میتونی نمیشه از قبل مونده؟ آه لایک داد خب باشه. شما که اینقدر یقین داریم چرا سریع ریاکشن های انگار عجیب غریب نشون میدید که برای این امر نیست؟ چرا حرفای ازتون میاد بالا وقتی ما میگیم این همه سرمایه میاد تو تاله آراد میبینی، خودت هم یه عالم فکت داری، یه عالم حرف زدی، چرا یه جاهایی گیرپاش میزنم؟ چرا یه جایی ریاکشن دارم نسبت به حالا کسی که میخواد در تجارت باشه، یه پروموشنی میخواد بگیره، نسبت به کسی یه چیزی در مسیر تجارت میگه، میگه به هم برخورد، به شخصیتم برخورد و سری میره. آقا شما جایی دیگه به شخصیتتون مگه بنا نمیخوره؟ اینا رو یکم ذهناتون باید قلقلت پیدا کنه. یکم میخوام بیاین تو چالش، گارد نگیرین. من امروز خیلی دوستانه میخوام صحبت کنم، خیلی هم فکر میکنم جلسه خوبی در بیاد آخرش، یه اتفاق خوبی بعد امروز بیفته. با ذهنامون کار دارم، میخوام یه چیز رو درست کنم و یه خروجی مطلوبی داشته باشه. آه ما میگیم آراد این است، آراد مجموعه است که دربر میگیرد از ان هزار تاجر. خب اوکی طبیعی، خب قبوله، من اینو پذیرفتم، فکرم آوردم، دلیل آوردم، همه جوره اومدم، حتی کسی که منافقه در جمع. یعنی میگم اینا برای یارای ما، دوستدارای ما، کسایی که قطعی، کسی هم هست که منافقه میگه میرسه، اما من چه جوری باشم نفهمم برم؟ نفاق اینه دیگه، باشم تا لحظه آخر از اینا بهره. بابا اصل نفاق هم اینه که تو با ما همکاری کنی. چرا تو باز ما بزرگشیم نفتو میبری، سهمتو میگیری، تجارت های ما زیادشه، میگی آقا طالعه جهانی دست ایناست. خب باشه تو هم وصل به ماشی، وقتی منافق هم باشی چی میشه؟ سهمتو میگیری دیگه. چرا رد میشه؟ اینجا کم ذهنا رو باید درست کنیم و دوست دارم چند نفر بیان سوال رو منو جواب بدن. من میخوام یکم شما رو به چالش بکشم، بیارم شما رو، رسالتاتون رو بهتون یادآور شم، تو مسیر بیارم، انشاءالله صفر محکم قدم برداریم. یه چیزی ازتون میپرسم، سواله آراد، این سوال منو باید بیان چند نفر اول بیان، دوستان 5-6 نفر حتی بیان صحبت کنم، چرا خودش رو محدود کرد؟ با اینکه میتونست خودش رو محدود نگرد، چرا گفت 1106 بونگا، 116 شورا، ثباتش هم زد، خبرش هم زد و همه چی رو تمام کرد؟ مگه عدد نگفتیم جهانیه؟ میتونست خودش رو محدود نکن. دوست دارم اینجا بیاین حالا جواب منو بدیم. پس سال اول رفتیم چالش رو بررسی کردم، من حتی گفتم دوستارای ما که وزیر رفتن چجوری باید باشن، حتی کسی که نفاق داره چجوری باید باشه، ما اینو هم فهمیدیم.
یقینمون رو انگار به چالش کشیدیم، بررسی کردیم. حالا یه سوال دیگه ازتون دارم، این سوال رو درست جواب بدین. اونایی که دوست دارن صحبت کنن، آرا چرا خودشو محدود کرد؟ یکم چالشیه، وسط حرفاتون هم میام، نگین حالا من وسط حرفون میام، یا نه مثلا میام که جهت بدم، جواب بدم، به درستی برسیم. دوست دارم چند نفر حالا بیان سوال من رو جواب بدن، چرا آرا خودشو محدود کرد؟ چرا 1106 1110 2470 چرا 116 شعورا 274 شعورا؟ چرا خودم رو محدود کردم؟ من میخوام دنیا رو بگیرم. اینو بیان زحمت بکشن، 5-6 نفر بیان صحبت کنن، قشنگ صحبت کنن، ببینیم امروز خدا چی میگه. حالا همه دستا رو بندازیم، بیاین حرف بزنیم. من نمیخوام اولش خوشگل مرتب چرا محدود کردیم. حسن زاده رو بیاد بهروز. اولی اینه، علی سعادت نسب رو دیدم، محمد مرادی رو فکر کنم صحبت کرد. هر کیو میخوای بالا بیا، اگه ادمین دسترس آم بیا، هر کدوم ادمین دوست داشتی بیا. بهروز عزیز، پسر خوش اخلاق آراد، به فرم رو خط هست. سلام و عرض ادب. واقعا سورپرایز شدیم استاد، ببخشید. آی مهندس قربانی عزیز، سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، تمام فعالان اقتصادی. آی مهندس قربانی عزیز، سوال خیلی خوبی کردین. امروز مبحث خیلی خوبی هستش که آیا واقعا ما باید، ببخشید من مکانم یه خورده مناسب نیست، تو خیابون بودم. ما صداتون میخواد. ولی کن. آره. فقط این که دوست داشتم در مورد این موضوع صحبت کنم. از اول سال، من پارسال که با آراد آشنا شدیم مهندس جان، خیلی برام جالب بود. چندین سال دنبال یه شرکتی بودم که واقعا در زمین آموزش بیاد این قضیه رو انجام بده. چندین سال قبل در زمین واردات از کشور چین فعالیت داشتم، ولی کار وارداتی پرچمی بالا نیست. شما تو کار وارداتی پرچمت پایینه، کار صادرات پرچم بالاست. بعد در کار صادرات خب کار خاصیه دیگه، تجارت دیگه، پول دیگه، کسی به اصطلاح نمیاد عرضه کنه، کسی نمیاد آموزش بده، کسی نمیاد بگه، کسی نمیاد همه چیزشو عرضه کنه. صحبتای جناب آقای رئیس در عید قدیر خیلی جالب بود. ایشون گفتن که یه شرکتی تو دهه فلان توی آمریکا بود، در این زمینه فعالیت میکرد که رئیسش اتفاقی براش افتاد. اینجا هم من میخوام بگم که واقعا آراد زندگیشونو گذاشتن، مدیران آراد زندگیشونو گذاشتن برای این قضیه. مدیران آراد، خب اینا این قضیه ربطی به، من میخوام به جواب درست برسم، میخوام همه استدارات رو کنه. این ربطی به اینکه آراد خودشو محدود کرد به 1106 بود در شورا نه؟ دقیقا اینا همش از آقا میخواستم به اینجا برسم. مهندس جان میخواستم به اینجا برسم. توی عید، توی عید بعد از اینکه شعار سال اعلام شد، منتظر این بود مشارکت مردم، دنبال این بودم آراد پاشو بکشه عقب، منتظر عقب نشینی آراد بودم، یعنی آراد بیاد عقب، بچه ها رو بفرست جلو. این قضیه توی شرکت‌های تجاری اتفاق نمی‌افته. تو شرکت‌های تجاری نمیان آموزش بدن. تو شرکت‌های تجاری خودشون رو محو نمی‌کنن. نمیرن عقب. بگن شما بیاین جلو. پول مال شما، ارتباطات مال شما، همه چی مال شما. اینجا اتفاقی که تو آراد افتاده اینه. خیلی از دوستان متوجه این موضوع نیستن. متوجه این همه ارتباطاتی که آراد میتونه در اختیارشون بذاره. فقط کافی شما اینا همه هست، اما اینا بازم ربطی به محدود کردن شورا و بونگا نداره. چرا با این استراتژی مهندس جان؟ من اعتقادم بر اینه که در هر چند ثانیه میتونم مهندس جان بفهم. مهندس جان اعتقادم بر اینه که مدیران آراد اعتقاد، یعنی تفکرات جهانی دارن، اصلا برای خودشون نمیخوان این رو. من به واسطه این قضیه، چون این تفکرات تو مدیران آراد، مدیران میانی عزیز دل ما هستن، ولی مدیران ارشد رو جور دیگه فکر میکنن. ممنونم، ببخشید، متشکرم. تفکر جهانی داریم، تایید من آدم تایید نمیدم، ولی چه ربطی داره به محدود کردن؟ من فکت خب محدود که
مهندس جان محدود کردن، شما تفکرات جهانی دارین، شما با خودتون تنها 4 نفرین، شما با تعاون همکاری وقتی که 100 نفر 200 نفر و این اتفاق چجوری میتون بیفته که شما یه مقدار بیاین عقب‌تر، بیاین عقب‌تر که بچه ها رو آموزش بدین و این کار شما دارین انجام میدین. اومده مقب چرا میگن چرا این تعداد؟ حالا به این نفره چرا نگفتیم 10,000 تا؟ چرا نگفتیم 5,000 تا؟ چرا میگیم این تعداد؟ یه نفر دیگه خب بیاد. تعداد ما برای جوانشتان حتی بنگاه بیشتری. ما ازش ممنونم. متشکرم. دوست دارم. چرا ما 1,106 رو محدود کرد؟ سوالمون اصلا اینه. موعد نسب بگه مریم. چرا اصلا باید عدد بدیم؟ چرا تأکید به عدد میکنیم؟ چرا به همه هم عددمون رو گفتیم و گفتیم سوات تمام؟ سلام جناب مهندس، میتونستیم نامحدود بذاریم، شما مثلا نمیتونستیم به اون معترض شید، میتونستیم مثلا عدد نذاریم. چه کاری بود عدد گذاشتیم و رو عددمون هم تازه واسیم؟ سوال اینه. حالا آراد که میخواد تجارت جهانی رو بگیره فتح کنه، خب چرا عدد گذاشت؟ موعدی هست بفهم. سلام وقتتون بخیر جناب مهندس، خسته نباشید. ببینید دو تا استدلال رو من دارم که فکر میکنم در واقع با توجه شناختی که دارم شاید خیلی بیراه نباشه. یکی مسئله این هست که آراد با توجه شناختی که من دارم روی اعداد در واقع خیلی حساس هست و هر عددی که اعلام میکنه پشت این عدد دنیایی در واقع حرف داره، حالا چه به ابجدش چه حالا مسائل دیگه. مثلا بله. من این عدد رو گذاشتم، شما زحمت بکشید بگید چرا این؟ بله حالا من عالم عددهای خوب زیاد دارم، چرا اونو نداشت؟ بله عدد خوب، حالا من واقعیتش میخواستم عدد به فکر شما میگم، میگید چون عدد خوب بله. باشه یه عالم عدد دیگه هم داریم، چرا بله. روی این عدد حالا محدود کردیم شورا رو؟ سوال من رو دقت کنید، ما اصلا گیر عدد نیستیم، چرا محدود کردیم؟ بحث عدد نیست، چرا گفتیم شورا این تعداد، بونگا این تعداد، چرا محدودیت گذاشتیم؟ بله برای کسی میتونه بگم در هیچ جایی هیچ محدودیت برای خودش نمیذاره. برای بحث محدودیت هم که مورد دومی بود که میخواستم بهش اشاره کنم، این هستش که به نظر بنده آراد یه تعدادی رو میخواد که با اونها در واقع اونها رو یه بازوی توانا کنه برای انجام فعالیت ها، یعنی نمیخواد که آره گوش بده کاری مگه داره؟ الان گفتم 1,106 4,000 نفر رو بازوی توان من میگم که بهتره که الان هستی 10 تا منتور میکنم 20 تا منتور، خب دوبل این بازوی توان من میسازم، کاری خب نداره هر... ساختارشه که داریم، توانمندیش هم داریم، چرا بگم 1000 و مثلا 106 تا، چرا نگودم 4780، چرا اصلا عدد بذارم؟ اصلا چرا محدود کردم خودمو؟ چون سیستم ببخشه شما الان اینو میدونی، من نمیدونم، من که خیلی راحت میتونم سیستم بچینم، اصلا کارم اینه، تخصصم اینه، اصلا تبخور دارم در این امر که میتونم کاری کنم بدون حضور هیچ کسی، سیستم همینجوری بزرگ شه. اما بودم محدود یا نفر بعدی بیا این نفر موعدی هست. ممنونم ازت، خواهش میکنم استاد. سعادت نسب سلامت باشه علی، سعادت نسب بزرگ میکروفونشو باز کن سعادت نسب، صحبت کن. شاهی هم بعدش بودیم بالا دستش بودن. سلام وقت بخیر مهندس. سلام عزیز، حال شما چطوره؟ خوب هستی؟ خسته نباشید. سلام عزیز، چرا ما محدود کردیم؟ سلامت باشی بگو. من فکر میکنم محدود نکرده آراد، دست هایی که داشته زیادتر کرده، هر 116 تا هم یه آراد محسوب میشه که برای آراد کار میکنه و اون توانمندی آراد رو و مسائلی که مربوط به آراد هست و تجارتی که مربوط به آراد هست رو توسعه میده با این افراد. منم به یه سوالی برام پیش اومد، این عدد هایی که برای من گذاشته شد، من چند وقتی پیش به این عددام تنتس کردم، گفتم چرا مثلا 120 تا نشد 116 تا شد، چرا مثلا این عدد رون نشد؟ عدد بزن ذهن فرمت کن، چرا محدود کردم؟ چرا من اصلا چه میتونم بیشتر بگم؟ خیلی بیشتر.
فردا هم بیشتر میتونم بگم بیشتر نمیکنم. یعنی امروز یه عددی بدم فردا بگم آقا بیشتر شد، بیشتر هم گفتم نمیکنم. به همه هم اعلام کردیم. او چرا؟ من فهمم یه پشت این یه سناریوی قوی وجود داره، یه برنامه قوی وجود داره که 116 تا یه عددی هست مربوط به کشورهای جهان باشه، مربوط به چیزی باشه. نه دنبال کردن به نفر رو بگی. خب بس پشت این قضیه که میدونه استراتژی هست، خب باید بگی. من بخواب ببینم چیه، شاهی رو بیاریم ببینم چی میگه. قشنگ بود. فکر میکنم تعداد کشورهای جهانی بود باشه. کیست چه ربطی داره هزار؟ نه ربطی نه، اصلا دنبال عدد نرین. آقا چرا محدود کردیم؟ میتونستم نکنم یه چرا محدود کردم مثلا کردم به همه میتونستم مثلا نکنم هر روزم اضافه میکردم. من شما جرأت دارین چیزی بگین، اما محدودم کردیم با عشق. بفرما آشایی. آقای مهنده سلام عرض کردیم. حتی بحث زمانم پیش بود، ما میتونستیم حتی اینو بگیم بچه ها سلام عرض میکنم. در این مقطع زمانی این است، ما در هر مقطع زمانی عوض میکنیم. شما میگید درست هم عقلانی است، استراتژیکه. تو این زمان گفتن این، در زمان دیگه باز توجه به تغییرات عددشون رو دست میزنن. ما گفتیم آقا در بند زمان نیستیم. بفرمایید. و حتی تأکید کردیم عدد بالاتر. من اینا که چند بار میگم میخوام ذهنتون رو جهت بدم که اینقدر اینا رو نگید به خودتون. بفرم آشای بزرگوار. یه جلسه شد امروز، چالشی عجیب غریب میشه. بله عرض سلام مجدد. بفرم. چهار تا مورد رو به نظرم میرسه که باید عنوان کنم. بفهمم. یکی اینکه بر اساس تجربه و اون سوابق قبلی خودش آراد اومده وضعیت رو بررسی کرده بر اساس اون هدفی که داره وضعیت رو گذاشته که حاکی از اینه که برنامه‌ریزیش طبق برنامه‌ریزی قبل اجابت و به هدف بخوره. این یک. دو اینکه بر اساس امکانات و ظرفیت و فکر کنه. الو صدای منو دارین؟ قطع شد ولی بگو بر اساس ظرفیت. منو دارین آقای مهندس؟ بله بفهم. بر اساس امکانات و ظرفیت و بزرگی خودش، وضعیتی که خودش داره، آراد، بله آراد دودیت رو این هدف خودش رو به جا. سوم اینکه دوست داره برنامه‌ای که داره همراهانش همه همراهانش داری داشته باشن، یله و رها نباشه، مشخص باشن. و چهارم اینکه اون برنامه های خودش رو عملیاتی دونسته و میدونه و بر اساس این برنامه ها این رو محدود کرده که هر کسی که با آراد اون یقین رو به همون بحثی که سوالی که فرمودین یقین رو داره که آراد میتونه تسخیر کنه اون سهم زیادی از تجارت دنیا و نجات بده مردم ایران رو، اونها هم با این جمع بپیوندن و بعد از اون هر کس خواست بیاد با شرایط خاص، با موارد، با اون شرایط خاص به حال الحاق به این جمع روبرو میشه و قطعاً به این راحتی که الان هست نخواهد بود. در نتیجه کلیت اینه که آراد بر اساس این که یه تجربه بزرگی پشت این قضیه داشته از و تا الان و همه برنامه ریزی هاش به هدفش نشسته، بر اساس اون بررسی ها و مواردی که مد نظرش بوده و موفقیت هایی که کسب کرده داری. این مورد رو هم که هدف شاید قایش باشه که تجارت جهانی رو در دست بگیره، این رو هم اعلامیت دونسته که به هدف میرسه. شایی همه اینایی که گفتی، حالا دو تا شبیه هم بود، ولی همه اینایی که گفتی درست،
همه اینایی گفتی درسته، اما چرا عدد گذاشتیم؟ ما میتونستیم عدد نذاریم، دست خودمون رو باز کنیم. اینا همه ای گفتی درسته، آقا استراتژی برنامه داره، نمیدونم تیمشو دیده، گفته با این میگیره، همه درسته. چرا عدد گذاشتیم؟ داستان سر اینه. نفر بعدی رو بیار. صحبت سر اینه چرا عرضم به حضورتون که ما محدود کردیم. بذارید من خودم بگم. الان برای چی؟ چی گفت؟ بذارید من جوابم میدم، یک کم جلو میریم چون نکته مهمه. خیلی ساده است، اینو بدونید، ما میخواستیم در ذهن شما، ذهن من تاجر این باشه که این شرکت داره جهان رو میگیره، کل گرفتنش رو بسته به همین 116 تا عضو شورا و 1106 تایی که بنگاه دارن. آقا چرا این کار رو با ما کردید؟ الان شما یه بنگاه هستید، با شنیدن این حرف آیا آروم نمیشی؟ میگی آها پس من یقین دارم آراد تجارت دنیا رو میگیره، یقین دارم سهم زیادی از تجارت دنیا دستش میاد، من هم جزئی از 1106 نفری هستم که بنگاهدار آرادم و بیشترم نمیشه. یعنی اگر ما در تجارت دنیا وارد شیم، شما یک سهم در دنیا، یک سهم از 1106 سهمی که در دنیا قرار داره در تجارت دنیا که میاد به سمت ما، این سهم توه، تو یه سهم از این نکنید. این اتفاق که ما اینقدر تأکید بر ثبات میکنیم، چرا میکنیم؟ دل شما آروم میشه، همین شما فردا از ما حداقل شاکی نمیشی. آقا من یه بنگاهیم که دارم یک سهمی از سهام دنیا نصیب من میشه. آقا با این تر ما دل شما رو آروم کردیم، فردا حداقل نمیام بگی مهندس من دست و پام میلرزید میخواستم. اینو نمیگی، میگی خدایش من از دمتون گرم، شما دل ما رو آروم کردید، ما هم درست کار میکنیم. شما فردا به ما نمیگید از ما سوء استفاده کردید، این حرفا رو به ما نمیزنید. ما هم به این نتیجه رسیدیم آقا با این 1106 تا میشود دنیا رو فتح کرد، با این 116 تا میشود دنیا رو فتح کرد، بر این یقین ماست، بر این باوریم، قطعاً میریم و میبریم. اصلا من چیزی غیر این نمیبینم، من در هیچ جنگ وارد نشدم مگر بردم. همه اینا جنگ اقتصادیه. حالا دوست عزیزمون تاجر عزیزمون اومد صحبت کردم و اولش اینم بهتون بگم، اگه با این 1106 تا نشه، با 1170 تا نمیشه، با 2000 تا نمیشه، با این میشه. این قطعیه. اونجا گفتم استراتژی تایید همیشه تایید، پشت پردش اینه. حالا هر بونگایی بیاد بررسی کنه توانمندیاش رو. خوب برفای من اینجا دقت کنید، شما مسئله مربی بدنسازی رو بزنم، هر بونگایی باید توان خودش رو بسنجه. من راضی به ارزش گذاری خیلی صحبت کردم، توان خودش رو بسنجه. مثل مربی بدنسازی، آقا به چند نفر میتونم جهت بدم؟ بونگا داری؟ قرار تجارت های دنیا با چندین هزار نفر با این بونگا شکل بگیره، تو چند نفر رو میتونی جهت بدی، گردن بگیری؟ من یه حداقلی میدم، یه میانگین عددی میدم، حداقلش بدترین حالت، حالا اون عدد هامون هست که تو ذهنمون بشینه، شما میتونید به 116 نفر جهت بدید، راحت میتونید جهت بدید. یعنی کسی که بیاریدش وارد بونگاتون بکنید، بیارید تو تجارت بهش یاد بدید. هر بونگایی جمع کنیم عددو، چندین نفرین، اعضای اصلی دارین، قدرتمند تیمتون، هر بونگایی به صورت میانگین فرض کنین 1000 تاجر رو بیاره، 1000 تاجر رو بیاره، شروع کنه فعالیتش رو، زحمت بکشه، بهشون برنامه بده، طبق صحبتو که کردیم 1116 تا بونگا داریم، هر بونگایی هم 1000 تا بره روش. 1000 تا عددی نیست، نه 1000 تا ممبر منظورم نیست، فردا بگیم من 1000 تا ممبر دارم، 2000 تا دارم منظور نیست، 1000 تا کسی که بهش برنامه بدین طبق سیاستایی که دادیم. حالا اینجا من نمیخوام آموزش بدم، نمیخوام راجع به برنامه صحبت کنم که برنامه چیه، جهت بدم راجع به این موضوع اصلا نمیخوام اینجا صحبت کنم، منظورم 1000 کسیه که شما هر روزو بزنه بهش
برنامه بدین آقا برو فلان کارو بکن. حالا فرض کنین که 1106 تا بونگا داریم تو کشور خودمون، 1000 نفر هم بیان، میخوایم کشور رو در بیاریم از این حالت، درسته؟ میشه چند میلیون تاجر؟ 1,106,000 تاجر. چقدره خدای من، 1,000,000 خیلی تاجره. حالا سوال از شما میپرسم، میخوام برک بزنم به سوال اولتون. این دیسلایک باز برای چیه؟ میشه نمیشه منظور اینه. حالا میخوام برگردونم اتون به سوال اول. شما یقین رو گفتید، صحبت کردیم، سوال ازتون میپرسم، آیا با 1,106,000 تاجر ما نمیتونیم واقعا کشور رو از فقر نجات بدیم؟ یه خلوته یه نگاه بندازیم بابا، این همه تاجر ما اگه فعال کنیم واقعا نمیتونیم دنیا رو راحت بگیریم؟ یعنی کشور خودمون دیسلاگ نمیتونیم؟ این که دو تا چک بخونم زیر گوشش این دیسلاگ میده، این جزه بکنم دسته که نمیدونم من، چون تو نظر سنجی یه دونه بود بله میتونیم نمیتونیم، هم داداش گم بود یه دونه گذارم، انگار به محله حتی توانمندی تشخیص هم ندارن که تشخیص بده بله یقین دارم یا ندارم. یعنی یه پله باز عقبتر هم جزه دست داغونان. حالا بیایی خودتو نشون بده، حداقل ما ادعا داریم میتونیم، بچه همون هم هستن، همه همدلیم تا دل همه بسوزه. صادقانه همدلی که ما داریم، من نمیگم با همون مراسم گرفتیم همین چند شب پیش، هر کسی اومد، چه بازیگرا اومد، چه شخصیت های با مطرح، اینا خیلی جا رفتن، میگفت این همدلی و یه دستی که تو بچه های شما هست ما هیچ جا ندیدیم. گفتم بچه ما فقط در شادی نیست که، همه جا همین جوری هست، ما در همه جا پرقدرت میتونیم چیکار کنیم؟ بیایم ظاهر شیم، بیایم زحمت بکشیم، همه همدل شیم. یه سوال ازتون بپرسم، شما فرض کنید تو بونگای خودتون 1,000 تاجر دارید، درسته؟ شما معادل عددی هم دوست داشتید بزنید، من برام فرقی نداره، هر کدوم از اینا در ماه یه معامله بزنه. 1,000 تا تاجر داره بونگام، 1,000 تا در ماه یه دونه معامله بزنه، بگیم 25 روز کاری داریم، روزی میشه چند تا؟ حساب کتاب کنیم، ریاضیتون خوبه؟ شما 1,000 تا دارین قلب میفرستین، یعنی میتونین نمیتونین؟ من بعضی از پیام ها برام قشنگه، 1,000 تاجر بهشون جهت میدین پرقدرت، ماهی چند تا؟ نگفتم روز 1,000 تا، یک دونه معامله، 25 روز کاری داریم، حداقل روز شما رو چند تا با چند تا تجارت درگیر میکنه؟ 40 تا. حالا شما درصداتونو میگیریم، معمولا بونگا میدونیم 10 و 20%، ما هم بلدیم درصدامونو بگیریم، میدونی چی پولی میشه؟ میدونی چه عددیه؟ نجومیه. این عدد بگیرای نجومی دولت یه بار اومد بیرون، من فکر میکردم اینا مثلا بالا 1,000,000,000 میگیرن، بعد فهمیدم همین مثلا نجومی اولی که در اومد 70 میلیون بود، گفتم الله اکبر 70 تومن. دیروز جلسه رفتم، نمیدونم بگم نگم، اسمشو نمیگم، ولی یه شخصیتی هست میگم، خیلی خانم خوبیه، کوثر حقیقت منش، داشت حساب کتاب میگه، گفت من مثلا این معاشرت خور در بودم، چشمش نزن اینا، من این کارا رو کردم و اینجوری کردم و الان 30-40 تومن فقط هزینه خودمه. من بعضی وقتا با این حقوق مدیران دولتی اینجوری میشم، میگم خدایا اینا سالم دارن زندگی میکنن، مثلا 25 تومن حقوق سقف بگه مدیره مثلا فلان ارگان تو استانه، 25 تومن، 35 تومن، یه ماموریت بزن 40 تومن، 50 تومن، 50 بالا میشه نجومی. من اصلا ادراک نمی کنم بچه‌های ما راحت در میارن. حالا حسابشون بونه، شما یه بونگایی داری روش کار کردی، تاجراتو ساختی، همه حرفا رو گوش دادی، شروع شده معاملاته و هر روزم دارید میبینید ما داریم بزرگتر میشیم، هر روز داره بهتر میشه. حالا روز 40 تومن معامله تو بونگای تو اتفاق میفته، درصداتو میگیری، چی میشه؟ این که من اون جلسه اومدم صحبت کردم، گفتم آی
روز اولتونه، این درصدا رو درست ببندیم. چیه گفتین؟ رفاقتی دوستانه. حالا هر چی اومد وسط میبنی. گفتم نگاه، یه مدت دیگه به اختلاف میافتین، چون عدد میاد تو بازی، عددهای عجیب غریب میاد تو بازی. حالا من اینو نمیگم چون هنوز قطعی نشده، یکی از عزیزم دلمون تو همه همایشا میاد، سندار ماست، تاجرهای سندار ماست، و اون یه بار اومده بود به من گفته بود من معامله نزدم 4 ماه فلان. من گفتم ایشالا معامله میزن، این کارا رو بکن، تو شخصیتش داری اصلا، چند تا رابط داشت فلان، گفتش من میزنم. تو همین جشن اومد گفت من 1 میلیارد معامله زدم، نزدم خوب زدم. سوال، اون بانگایی که بهش جهت داد سودش رو گرفت 10%، نوش جونش، 10 تن بارات میده، نوش جون ما، هر کسی که بگیر بچه ما. میدونید شما اگه بزرگ بشین چی میشه؟ آدم زرنگ اینجا اینه. من یه چیز دوست دارم اینجا بهتون جواب میدم، یه جایی بهم بر میخوره ردی میدم، به من کسی جرئت نداره بگه، اما تیکه میندازن به بچه‌هامون حال نمیکنم. یه بار به دفاع از اینا باهاتون صحبت کردم، من اگه زرنگ باشم صادقانه تمرکزم رو میذارم برای بونگا. این همه تجارت داریم انجام میدیم، بعضا گزارشاش میاد، بعضا هم گزارشاش نمیاد. من یه عالم آدم، همین تاجرای قومی خودمون، دوستای منن، خیلی دارن تجارت میکنن، عکس و فیلمشون رو نمیدن. اینجوری نیست هر کی عکس و فیلم بده، یعنی همینقدر که خیلی عدد بالاست. الان سودای تجارت رو خیلی‌ها به ما دادن، عدد اصلا متفاوت. حالا نمیخوام راجع به سود صحبت کنم، من جای شما باشم سفت میچسبم 1000 تاجرم رو میکنم، سفتشون میکنم، وارد میکنم در تجارت. اینجوری نیست که بگید که آه مهندس من خیر برای من یا برای اون، من که تجارت الان نمی کنم. عزیز من خودم اگر شما رو فعال کردم، این همه تاجر تربیت کردم، فکر میکنی سهم مدیران ارشد ما از شما کمتره؟ نه داداش، تو اگه خیر رسوندی هم در دنیا هم آخرت، سهم من 100%. آقا اصلا 100% نه، 1%، تو بیشتره، 1 و 1. یعنی تو اگه یه دونه خیر در آخرت برات داره ده. مثلا الان یه مثال بزنم، شخصیتی هست در مشهد اومده کارگاه تولیدی رو احیا کرده، حالا نمیخوام بگم اسما چون بچه همه حمله میکنن سمتشون، امروز نمیخوام با اسما بازی کنم با اتون. آقا یک نفر هست به واسطه آموزشی که استاد تالیا داد، به واسطه حسی که من دادم، به واسطه صحبتهایی که ما از شعبانی کرد، به واسطه حرفایی که استاد وحید زد، آقا این 20 نفر از کارگرها یه کارخونه رو احیا کرد، خیر رسون به اونا، همه مرون دعا کردن، اصلا ما رو هم نمیشناسن. سوال ازتون میپرسم، فکر خیر من از اون کم داره؟ یعنی منی که منشأش بودم خدا برای من خیر نخواست، برای اون خواست؟ نه، هم خیر دنیام پولم بیشتره، هم آخرتم بیشتره. آره عزیز، هر دوتاش بیشتره، سودم هم بیشتره، همه جوره حال میکنم. شما یه تجارت میکنی، یه نفر 1000 تاجر داشته باشی میشه 1000 تاجر، کدوم نفع دنیایش بهتره؟ صادقانه کدوم؟ یه چیز دیگه هم دلی بهتون بگم، من نمیدونم اینا رو بهتون گفتم، دوست داشتم یک کم به خودتون بیاین عاشقانه صرفان، میخوام همدل شیم، همجهت شیم، ما بستیم رو همین، زیادم نمی کنیم و اطلاع رسانی عام عموم عموم کردیم. میگه طرف پولای پشت سرش خراب کرد، یه جوری هم ما همجوره داد و بیداد کردیم و همه فهموندیم که اصلا نیازم نبود، از قصد فهموندیم که هیچ وقت هیچ کسی در سیستم، و من که یقین خودم رو میدونم، هیچ کس در سیستم ما حتی ذره‌ای به این فکر نکنه که نکنه دوتا سهم اضافه میکنن، نکن فردا دعوای رو تجارت ها، هیچ کسی. اونهایی که دست بیعت به ما دادن، دست دادن، من دستشون هم میگیرم، همه رو میاریم بالا، این وظیفه ماست. الان کلاف رو نگاه کنین، شما بونگاتون انتخاب کردین، بونگا مدیر ارشدش انتخاب کرد، حالا حساب کن شما اون 1000 تا رو بیارین، همه به هم کلاف شیم. میدونی قدرتمندیم در دنیا؟ ما همین الان نمونه مشابه در دنیا نداریم بچه ها. بابا اینو من نمیگم، برید به هر کی خواستید بگید، هر کسی اومد، از سفیر گرفته، وزیر گرفته، تو پیام ری... بابا مگه پیام ریاست جمهوری دو تا کشور رو روز همایش ما براتون نخوندیم؟ مستقیم برای بچه ها رات زدند،
کدوم رئیس جمهور برای یه شرکت خصوصی مستقیم نامه میزنه، نمایندش رو میفرسته؟ یه دونه به ما بدیم، ما بدونیم، چون اونا رسالت رو میفهمن. چرا برای کل پزشکهای ایران نزد؟ چرا برای کل معلمین ایران یه رئیس جمهور یه کشور نزد؟ چرا برای ما زد؟ بچه ها قدر جایگاهمون رو بدونیم. این که میخوام دلتون رو قرص کنم، اینو بهتون بگم، شیطان ما رو بازی نده. ما اگر میبینید این همه داریم خودمون رو جرز و برز میکنیم، این همه داریم حرف میزنیم، این همه داریم میگیم بهتون، چون نفع خودمون رو با شماها بستیم، نفع خودمون رو با مردم بستیم، نفع خودمون رو با مردم بستیم. سوال ازتون میپرسم، مردم پولدارترشن بهتره بر ما یا فقیرترشن؟ پولدارترشه. تجارت رونق بگیره، من پولدارتر میشم، به من پول میده، پروموشن پول میده، درصدمو میده. یا رونق نگیره، کسب و کار را بیفته، من خوشحالترم. یا کسب و کار را نیفته، شما الان بیان جلوم بشینین پولدار باشین، من بیشتر حال میکنم. یا شما فقیر باشین، من بیشتر حال میکنم. تو رو قرآن به اینا فکر کنید. بابا پزشکا نفعشون تو چیه؟ مریضی مردم. هرچی بیمارتر بهتر، پولش بالاتر. الان بگن تو کشور مریض نداریم، چی میشه؟ پزشک آقا نفع مکانیکی ها، این خدمات میفروشن، اینا چیه؟ آقا نفع معلم ها در چیه؟ جهل مردم. الان همه مردم عالم باشن چی میشه؟ آیا اینا دنبال اینن فقیر رو پولدار کنن؟ کی دنبال اینه؟ یک کم اینا رو چشاتون رو وا کنید بچه ها. این جنبندی صحبت همه، این که تجارت کنید پول در بیارید، حال هم اوکیه. وگرنه الان طرف رستوران داره، واقعی خدا به این بری، رستوران دار دوست داره مردم غذای با کیفیت مطالبه کنن، یا غذای بی کیفیت، نه من با این برنج گذاشتم انقدر فلان هم داره، مردم همینجور ازم میخرن. کدوم یک چم وکیل، الان وکیل ها دوست دارن اختلاف تو کشور زیاد شه یا نه صلح و سازش زیاد شه؟ پولشون کجاست؟ آقا واقعی من الان نمیخوام اینا رو بزنم، اینا مثلا من میخوام فقط دیدگاه شما درست شه، دیدگاهتون درست شه. ما میبینیم هیچ اختلافی نیاز نبود، هیچ اختلافی نباشه، وکیل نمیخوایم، وکیل دوست داره اختلاف باشه. اما آرا چی میخواد بچه ها؟ هم رسالت محور باشه. چقدر گفتم دیدگاه شیطون بازیتون نده. به لحظه جا به جا نشد، صرف جاد بشین. اینکه مردم رو در تجارت وارد کنی، تاجرشون کنی، معامله بزنیم، صادرات کالای ایرانی، اقتصاد دنیا، مال سنت پیغمبر بود از دست ما گرفتم، برش میگردونیم به قول و قوه الهی، این کار رو یقیناً انجام میدیم. ما هنوز بنگامو پر نشده بچه ها، اینم بهتون بگم، امروزتون نیست، ما حالا پیشبینیمون تا سال بعد بنگامون پر میشه. شما دو سه سالتون میکنین هزار تاجر رو فعال کنین، با آدم های مختلف در شهرهای مختلف آشناشین، با گویش های مختلف و تفکرات مختلف آشناشین. الان مردم شمال با جنوب، شرق و غرب هنوز فرق دارن، مردم دیدگاهشون متفاوته، شما هنوز مردم شناسیتون بالا نیومده. و قول بهتون میدم کاری میکنم همتون مثل آب خوردن این کار رو انجام بدین، چون شما این قدرت رو دارین، چون من خودم این قدرت رو دارم. چرا انقدر گیر میدم به مدیریتاتون؟ هی میگم مدیریت منابع انسانی، رشد تجاری گفتم مدیریت منابع انسانی، برای چی میگم؟ تو باید از همه قوی تر باشی و هستی، فقط نمیدونی. من از همه شما قوی ترم، از همه تون در هر امری، اونایی که داریم ما هم اقتصاد کار میکنیم، من در سوارکاری از همه تون قوی ترم، در شجاعت از همه تون قوی ترم، من در هر بازی بگی، من در فیلم اینایی که بازی کردم پیم پونگ، از همه تون قوی ترم، در تنیس از همه تون قوی ترم، از همه شما قوی ترم، چون فرمان همه یه مواردی که به شما میگن از همه تون قوی ترم. من اومدم داره. من یه چیزی بهتون بگم، امروز اولش اینترنت قطع شد، برق دفتر رفت، دو دفتر جا به جا کردم، الان دوباره موقع صحبت حساسم، اینترنت هم قطع شد. من وقتی این حالت میشه همیشه بهتون یاد دادم، یعنی حرفای مهم، امروز آموزش نبود، حرفاش اینقدر مهمه حد نداره، یعنی شما با این حرفا میتونید اصلا یه
اتفاق دیگه ای رو بچه ها رقم بزنید. من باهاتون دارم صحبت میکنم، اکثرا قوی اما باور نداره. روایت رو شنیدید، بشنو بفهم باور کن تا رستگار شدی، به کار ببند. خب بشنو رو فهمیدی، بفهم و باور کن و سرسری رد کردی، سری رفتی به کار ببند. امروز بهتون رسالت رو یاد دادم. شما الفا رو درست درمون یاد نگرفتید که باش کلمه بسازید، رفتید جمله بگید. یعنی قوی اینا قدرتتونه، اینقدر قوی این. من میگم الفا رو درست یاد بگیر، اول کلمه بفهم کجایی، جایگاه تا بفهم، چقدر قدرتمندی، چقدر کارهای بزرگ میتونیم انجام بدیم. به خدا برای همه قفله، هیچ کسی دند در کشور نه در دنیا ما رو درک نمیکنه، برای همه قفله. اصلا میگیم همچین سیستمی داریم، ما رو یه جوری نگاه میکنن. چی بگم من، همش باید ساده سازی کنم. ما هر جلسه ای داریم با هر کسی ساده سازی باید بکنم. شما فکر کردین چرا بعضیا میگن نه نیست، شک میکنن، پشت سر ما حرف میزنن؟ چرا؟ چون قفل صادقانه، من بهشون حق میدم. اما شماهایی که با ما موندید، کار کردید، همدیگر رو دیدیم، دیگم نه آقا درسته، راست میگه، میتونه. شماهایی که این همه اتفاق دیدین، ما براتون چیکار کردیم، استراتژی های ما رو دیدین، خودتون تصدیق کردید هوش ما رو. شما دیدین ما اگر شعاری میدیم متناسب با خودمون شعار میدیم. حالا بحث جوونی هم هست، خیلی چیزایی دیگه هم هست. ما اگر شما میدیم نفر اولم، نگفتم شما برید، گفتم خودم رفتم، بیا. خودم رو تو خودتون کلاف کردیم. ما هیچ کدوم خالی، کدوم مدیر ارشد دیدی خالی کرد؟ من که یه جلسه پیش گفتم آقا هر کی نمیتونه، من خودم هستم، اصلا خودم جمع میکنم. گفتم جایی که آوردی من هستم. ما هر چهار تا مدیر ارشد سفت و محکم پشتتون هستیم، برای اینکه این رو بسوزونیم. بچه ها نفع مردم ما گره خورده به دست ما، میبینید هیچ کسی دنبالش نیست، همه حرفه. موقع انتخابات یه حرفایی میزن رای میارن، هیچ اتفاقی نمیفته. اونا هم بندگان خدا مقصر نیستن، اصلا نیستن تو این با. آقا اونا تو یه لیگ دیگه ای دارن بازی میکنن، ما تو یه لیگ دیگه ای داریم بازی میکنیم. بیاین اتحادمون رو به رخ بکشیم، بیاین همدل شیم. چرا خندی؟ بیاین همدل شیم. بابا سیگار فروشی که داره سیگار میفروشه، صادقانه اون دنبال چیه؟ این مردم سیگاریشن شه، سیگاریشن دیگه. سیگار فروش دنبال چیه؟ این میخوام همه مشاغل رو براتون باز کنم تا رسالت رو بفهمین. دکتر و معلم هم که دیگه بهتون گفتم، چی جوری بهتون بفهمونم؟ نگاه به جستای خوشگلشون نکنید، همه دارن گولتون میزنن. الان شما بگی نرم افزاری اومده، ما نیاز نداریم بریم پیش معلمی یاد بگیریم، مدرسه بریم. معلم خوشحال میشن یا ناراحت میشن؟ چی میشن؟ بعد یه سری از چیزا هم صادقانه، خدای خدای خود رحم کن به ما، صادقانه شما عالم بشین خوبه، اما من برای شما همیشه عشقم. چرا؟ مدیران ارشد همیشه برای شما عشقم، چون قرار تجارت کنیم، ما رأسش هستیم، همه با همیم، همه تو هم کلافیم. برای همینه بابا نفع همه میرسونیم، همه باید پول دارشیم. چون اگه پول آراد پول دارشه پولشو تزریق میکنه، ما که هنوز نرسیدیم به اون، این همه کار براتون داریم میکنیم، هنوز به اون مرحله نرسیدیم. اگر شما پول دارشین چی میشه؟ آقا همه چیمون زیباتره، در شما هم قطعا شکل میگیره، ما بهتون جهت میدیم. حالا زیرگوراتون بیان چی میشه؟ چرا تو جامعه ما گیر نمیدیم به یه معلم؟ چرا شما تا حالا گیر ندادین؟ چرا هر کی بلند میشه سری به یه تجارت ما گیر میده؟ چرا این خانواده ها که اینقدر مخالفن گیر میدن؟ چرا به دکتر تا حالا گیر ندادن؟ های دکتر تو دوست داری همه مریض شن بیان سمتت یا نه همه سالم باشن؟ چرا به اینا گیر نمیدین؟ اگه دقت کن نه تنها گیر نمیدن، اینا چقدر عزیزن. آخه سرمو به کدوم دیوار بزنم؟ حالا سر شما رو. چرا اینا اینقدر عزیزن آخه؟ ما میخوایم، یعنی نکنید اصلا، همه بدبختی همون به خاطر پوله. اینا همینجور پول میگیرن، همه عزیزن. ای
آیا بازیگر رو دوست دارن شما پول دارشین یا فقیر باشین؟ آه پول دارشین اصلا تفریح میری جایی مختلف، بابا اصلا تو ایران نمیمونی، اونایی که رفتن میفهمن با ما دنیا رو گشنیم، برای چی تو ایران برم؟ آره ما ایران تم مذهبی داریم، قربون امام رضا برم، همه جا اینا میریم، هر از گاهی قشت میریم، کیش میریم، تفریح زمان نداریم، آره برای یه سفر بریم اون بر برگرد دیگه نمیری سینما، برای چی بری؟ چرا وقت بگذارم سینما برم؟ آقا سینما رو دارم در کشور دیگه، چجوری باز کنم براتون؟ اونا دوست دارن شما فقر فرهنگی داشته باشین یا نه هوشیار بشین، همه اینا دقت کنین، دوستان شما فقیر باشین، معلم دوستا جاهل باشی بری پیشش تعظیم کنی سلام ای معلم خوب، من اینا رو میخوام یاد بگیرم، در هر عملی فرقی نداره، اگه دقت کنی اینا همه حرف میزنن عمل نداره، ما باید عملگراشیم، وقتی میتونیم انقدر سیستم پویاه، انقدر کارهای خوشگل و بزرگ میخوایم بکنیم، چرا با هم یه دل نشیم؟ همه اینا رو بچه ها بهتون گفتم، قدر جایگاهتون رو بدونید، قدر خودتون رو بدونید، من اصلا ساعت رو نگاه نکردم، صحبت جدی بود، قدر جایگاهتون رو بدونید، قدر خودتون رو بدونید، هممون باید یه دل شیم، یک پارچه شیم. من معمولا آخر کلاس یه چند تا جمله‌ای میگم، جمعیت رو نگاه کردم اون ریزش ها انجام بشه بعد میگم. یه خواهشی از دارم، شما عشقاتون کسایی نباشن که ملت رو بیچاره کردن، یک اون باعث بدبختی مردم شدن، اینها رو دوست دارین شما، متاسفانه باید ازشون متنفر باشین، تا تنفر پیش نیاد، تا دوری ایجاد نشه و درهای دیگه اصلا چشم جای دیگه رو نمیبینه، چرا؟ چون قلبت اونا رو میخواد، روزی میگن خدا روزی رو تقسیم میکنه، چرا باید به قلبی بده که کسایی دوست داره، یا اگر پولم دستش بیاد برای همون گروه خرج میکنه، کسایی دوست داره که عاقبت مردم رو بدبخت کردن، اصلا بدبختی مردم رو میخوان، بیچارگی مردم رو میخوان، چرا باید خدا بهتون پولای زیاد بده؟ اگر متنفر باشین روزیاتون زیاد میشه. مهندس به همین آره. یه داستانی رو میگم صحبتم رو تمام میکنم، باور کنید با همین تفکرات خدا روزیتون رو میبنده، چرا؟ تو پول دستت بیاد اونا رو خوب میدونی، یه کسای دیگه که با دستشون رو بگیری بهشون پول بدی بد میدونی، یه مسیر دیگر رو خوب میدونی، امکان داره دست تو هم تو مسیر بری، خدا نمیدونم چی بگم، اما این ورگ رسالت و هدف اصلیه، میتونید نجات بدی خیلی ها رو، اصلا بهش دل نمیدی، بابا اقتصادمون رونق پیدا کنه چی میشه؟ فکر و فامیلامون، دوستامون، همه مردم، باور کنید به همین فکته، باور کنید به همین، خدا روزیاتون رو زیاد میکنه، یقینتون این باشه خدا هست، خدا میبینه تلاشاتون رو، خدا بر قلبها آگاهه، نمیتونی مکر کنی، حق نزن، رو راست باش، بذار همه همدل شیم، با هم شیم. راست هم یه داستانی بگم، روزیش نبود ان شاء الله جلسه بعد، بقیه چیزها رو در سبت شالا میگم. یه سری موضوع دیگه هم هست که امروز جمع‌بندی کردم، هم نرسیدیم، هم به نظرم جلسه خوبی بود و دوست دارم به حرفام دقت کنید، تاجر مردم رو پولدار میخواد، اما دکتر مردم رو مریض میخواد، معلم مردم رو جاهل میخواد، بازیگر مردم رو فقیر میخواد. نمیدونم که به حرفام میرسید، دلی برادرانه همینجور عاشقانه با اتون صحبت کردم، انشالله به بلهاتون بشینه، در زندگیمون اثرگذار باشه، ذهنمون درست شه و ذهن فقیر بودن، ذهنی که نتونه واقعا اینا رو درک کنه خارج کنه، و مدد بگیرید، سعی کنید با خدا صحبت کنید رو راست، دعا میکنیم که انشالله تو مسیر باشیم، ما همه با هم همدل شید، در پناه خدا باشیم، با عشق، خدافظ.